کربلا اون سربریده بود نه اون تاسیالا داداش کجا میری؟ ما رو تنها گذاشتی ما رو بدم اون سرهای بریده بود که دیدن سر داره میره ما هم باید بگیم این سر داداششه عاشق و معشوق ترین افراد تو عالم این داداش و این خواهر اینطوری هم از دروازه کوفه که نگاه کرد سر برادرها سر بریده سر رو نیزه اصلا نه انگار این سر بریده شده یه نگاه کرد به سر گفت داداش کی سرات رو سنگ زده سرت چرا شکسته داداش سرت چرا شکسته هلال گرفته من سرت چرا شکسته من نمیدونم روال جلسه همون چطوریه فقط ما هم میخوایم شبیه بشیم به اون کارگاری که داشت عشق بیه مادره بود فردا گریه کنه مادره بودم برسن کربلا گریه کنه داغ دیدن اما اجازه ندادن گریه کنم میوه قلب حسینم به ما اجازه ندادن گریه کنم ما میخوایم بریم کربلا گریه کنیم ما رو زدن فقط ما فقط میخوایم شبیه هم آخه فردا هم نذاشتن گریه نشد گریه کنن تا این کاروان اومد دید جابر را عطیه اومدن کربلا جابر کور بودش دست گذاشت رو زمین گفت این تربت حسینه کرد قش کرد بعد سلام داد تمام داد سلام داد به امام حسین بعدش رو کرد گفت حسین جان حبیب جواب حبیبش رو نمیده بعد خودش جواب خودش داد گفت سر و بدنی که از هم جدا شده چطوری میخواد جواب بده حبیب این سر این بدن با همه بدن ها فرق میکنه این بدن بدون سر با دخترش صحبت کرده از آشورا وقتی دعوت کرده بودن اومد بدن ارمن ارباقی و تو کربلا و تو قبرگاهی دید بدن بدون سر داره صحبت میکنه لایتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی شیعه ای کاش بودید میدید اینا کی گفته؟ اینا رگای بریده گفته حبیب رگ بریده هم صحبت میکنه آقا جا میشه یه سلامی به ما بدی ما فتنه زده شدیم آقا جان چرا اربعین؟ چرا تو اربعین باید حضرت رو زیارت کنیم؟ آقا سال بگید تموم بشه بره چهل روز سر اربعین میدونی چیه؟ بچه ها امسال ما از کربلا جا موندیم چهل روز پیش حسین رو کشتن چهل روز پیش حسین رو کشتن ما نرسیدیم به کربلا رسیده بودیم دیگه اینطوری نبود اوضاع چهل روزه چهل روزه شما بعدش نگاه کنید شماهایی که نه حسین رو دیدید نه حسین رو میشناسید این رابطه قلبی رو با حسین پیدا کردید طرف داره جون میده اون کسی که با حسین یه عمری زندگی کرده اون کسی که قناغش وقتی دادن دست هر کسی گریه کرد چشمشو باز نکرد تا حسین رو دید چشمشو باز کرد اون چطوری میتونه طاقت بیاره اون چطوری طاقت رو مثل فردایی چند تا اتفاق افتاده یکی از اتفاقا زیارت ابا عبدالله بود آجون یه بار زیارت تو نصیب ما بشه هم نونمون میشه هم آبمون درمونه مثل فردایی بعد میدونی یعنی چی؟ بابا ما امامی رو قبول داریم نه تولد داره نه مرگ ما این امام رو قبول داریم دیانت حسین وقتی میکنی حاجتتو میدی یعنی امام مرگ نداره
زیارت امام حسین وقتی که میکنی حاجت میگیری، یعنی این امام مرگ نداره. حسین رو قطعه قطعه کردن، حسین رو اربن اربا کردن، اما کشته نشد. تنها پیغمبری که معجزه بعد از رحلت داشته، معجزه بعد شهادت داشته، هی رو نیزه قرآن میخون، افحسب که انزها والکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. شما فکر میکنید کهف و رجیم عجیبه؟ حسین عجیبه. عجیب بودنش به این نیست سر بریده داره نیزه میخونه، عجیب بودنش به اینه سلطان عالم باید زینبشو چطوری ببینه، اسیر شده. امام حسین جان گفتن آن شعره انقدر گریه میکنی؟ آقا تو بنی اسرائیل هم همچین مطلعی بود. حضرت چی فرمود؟ فرمود تو بنی اسرائیل هم این مصیبت بود، اما تو بنی اسرائیل زنها رو اسیر نکردن، زنها رو اسیر نکردن تو بنی اسرائیل. میکرد اتفاقاتی که مثل فردا افتاده، زیارت جابر هستش در کربلا. اتفاق دومی که افتاده چی هستش؟ اتفاق دومی که افتاده، سرهای بریده رو اهل بیت عصمت و طهارت پس گرفتن و بردن کربلا. آقا روزه تا خود امام زمان نیاد باز نمیشه، یعنی چی؟ اینو بدونیم. الحاق سر به بدن مگه اصلا برای حسین بدنی باقی مونده بود؟ خدایش برای کسی که یه لشکر با سم اسب از روی بدن رد بشن، مگه بدن باقی مونده سر بخواد به بدن برگردونن؟ الحاق سر به بدن یعنی چی؟ اونم میگن الحاق سر ابا عبدالله به بدن. سر عباس چی شد؟ اونو جا گذاشتن؟ سر علی اکبر چی شد؟ 18 سر دیگه چی شده؟ الحاق سر به بدن یعنی قبر رو شکافتن، مگه جسدی از عباس باقی بوده؟ 4000 نفر یه نجار و نشونه گرفتن، تیر زدن یعنی چی؟ بدن اول یعنی مصیبت تکرار شد تو اربعین، در اربعین ابا عبدالله مصیبت تکرار شد. باز کردن دیدن چه اتفاقی افتاده. آی خدا، آی خدا، آی خدا. یه اتفاق دیگه هم فرد مثل فرد افتاده. اربعین اول اهل بیت برگشتن کربلا، رو این تأکید داریم. چرا میگی 40؟ چون 40 روز بعد برگشتن کربلا. گفتن و شنیدنش آسونه. آقا کربلا تا شام خیلی طولانیه، 1600 کیلومتر میشه بخواد بره این راه برگه. دختر کوچولو تا قدر آقا نمیگم با موتور، شما با ماشین ندیده بخواه به تهران مسلمان در بگیره، اونم بخوای با شطور سفر کنی، شطور قدش مننده، کافیه یه بار از بالای شطور بخوری زمین. سنگ داره، خار داره، خاشاک داره. لا اله الا الله. شدت مصیبت تو این بود، سرا رو بریدن، زودی بریم جایزه رو بگیریم، زودی بریم به یزید بگیم چه خوش خدمتی کردیم. و نقش حضرت زینب اینجاست. تا رسیدن شام، شام رو به هم ریختن، یارای حسین دارن بیان، شام به هم ریخت، گفت زود برشون گردونید کربلا، اینا بمونن دمار از ما در بیارن، همه چی تمومه. وای خدایا. آقا امام حسن عسکری فرمود 5 نشونه نشونه مؤمنه. یکی 50 رکعت نماز بخونید، انگشت دست راست بکنید، بسم الله تو بلند میگید، صورت بخواد بذارید یادم، میخوام ببینیم ابا عبدالله مؤمن هست یا نیست. آقا جان تو مؤمنی؟ ابا عبدالله میگفت بابا من خونی از شما ریختم، میخواید خونم رو بریزید؟ منو میشناسید؟ من پسر فاطمه هم، من پسر علی. فرمود بابا
اگه بین همه شما یه دونه یادگار از پیغمبرتون مونده، منم ولم کنید، ولم کنید، نمیرم به سمت مکه و مدینه، میرم روم و هند، میرم به اون چیزایی که اصلا خدا رو قبول ندارم. ول کنید، ول نکردم. 51 رکعت نماز. ابا عبدالله روز عاشورا چطوری نماز گذاشت؟ وایسا اون نامردهایی که تیر زدن به نمازی که ابا عبدالله میخون، نمازی خونده تو روز عاشورا، همه نمازخونا شرمنده شن، همه نمازخونا. ابا از دادم تو سر علل الشرایع اومده، سر اینی که آدم دست به صورتش رو میشوره چیه؟ میگه آدم با صورتش گناه کرد، انسان صورت رو میشوره، با فکرش فکر بد میکنه، مست میکشه، دستش کار بد میکنه، دست رو میشوره، پاش به سمت گناه میره، پاها رو مست میکنه. ابا عبدالله یارایی داشت مثل حضرت عباس، چطوری وضو گرفت؟ اون قمری که شق شد کدوم قمر بود؟ کدوم قمر بود که فرقش از بسر دوتا شد؟ قمر بنی هاشمی که دست از بدنش جدا شد. دست تو یه گناهی انجام دادی، گناهت این بود، به آب خورد، دیگه وضو گرفتن و شستن نه، این دست باید قطع بشه. چشم آب افتاد، چشم حسین به آب نیفتاد. یعنی تو آبا رو دیدی، یه گناهی انجام دادی، کفاره این گناه اینه که این چشم باید از من دور بشه. تصویر آب تو ذهنت اومد، تصویر آبی که حسین، این تصویر آب نیومد، باید این فرق از بسر دوتا شه. سلام به بدن خلاصه شده عباس. این بدن خیلی خلاصه. وقتی سوال کردن آقا جان ما شنیدیم قد و بالایی داشته، اما چطور میشه تو کربلا که میرین یه قبر کوچیک بچه بده؟ آقا هر کیو میخوای زیارت کنی باید یه تا زیارت کنی، الا از دباز چهار تا زیارت خونه داره. ای داد واقعیت باسه بیشتر از چهار تاست. اینجا دست افتاده، اینجا این دست افتاده. فقط میخواست این مشکه رو برسونه به خیمه. من بار اولی که رفتم کربلا و از دباز گفتم آجون بس خجالت کشیدم، بیا با هم بریم سمت خیمه میگیم چی شده. همه میگیم چی شد، میگیم آب نخوردی، میگیم میخواستی آب بیاری. هنوز شرمنده از دباز، هنوز. اما یکی از خصوصیات دیگه مؤمن اینه که بسم الله بلند بگه مؤمن. ابا عبدالله اول رفت ودا کرد با تمام خیمه، هی اومد ودا، هی بفرمود بسم الله و بالله. میدونید دعای چیه؟ دعای قربانیه. کسی گوسفندی میخواد بکشه یه دعا داره، این گوسفند رو میخوای قربانی کنی باید دعا بکنی، دعای قربانی. اون نانجیبا که این چیزا حالیشون نبود، ابا عبدالله خودش این دعا رو میخوند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت بسم الله. اما یه خصوصیت دیگه هم داره مؤمن. مؤمن خصوصیت بعدش اینه انگشتر دست راستش میکنه. کدوم مصیبت رو تو کربلا بگی؟ آقا جان بابا تو نماز انگشتر داد به فقیر، تو به کدوم فقیر کجا نماز انگشتر دادی؟ تو سجده انگشتر دادی به فقیر؟ آقا جان تو انگشتر با هم دادی. سلام به اون اعضا قطع قطع شده ی ابا عبدالله. اگه دلت نمیشکنه بزن من اینو بگم آقا جان، چون امشب توی شبی نیست من بگم تو بشنوی، تو بعد را میفتی خودت. آقا جان ما نیومدیم کربلا، تو برات نفرستادی، حتما حرمت بی ما خوشگلتر بوده که ما رو دعوت نکردی کربلا. گفتم بهترین زمانه که انسان میتونه جایی بره اربعینه که تو کربلا باشه. آی خدا، آی خدا، آی خدا.
اما خصوصیت دیگه مؤمن اینه سر به خاک بذاره. بچه ها کربلا رفتید زلجناب رو زیارت کنید ها، یه محبتی کرده در حق ارباب ما. عشق میخواسته ارباب دیگه ناره داشته، ارباب میخواسته بیفته نشنگ دستش رو گذاشته پایین، اوورده از سرش اوورده با این حضرت از بلندی با صورت نگفته اما تگاه کنیم نمیشه همه مصیبت ها جمعه تو کربلا. هلال میگه دیدم ابا عبدالله تو قتلگاه داره لبش مانند چوب برید چوب خشکیده داره، گفتن داره حتما نفرین میکنه، دیدم سر ابا عبدالله خاکه. داره میگه بزر خدای خدا و دارزم به رضایی تسلیمن لعبرگ لا معبود سواک. داره میگه خدایا راضیم به همه چی، راضیم به همه چی راضیم. اما خصوصیت دیگه مؤمن اینه اربعین کربلا باشه زیارت اربعین. حسین زیارت اربعین کرد یا نه؟ سر بریده داره بیاد زیارت، سر بریده داره بیاد زیارت تو کربلا. مثل فردای همه میرن کربلا. آقا تو مجلسی اومدی همه میرن امام زمان رو میرن، تو مجلسی هستیم مجلس حسین، مجلسیه که امام زمان جلوی در ایستاده تسلیت میگه به هر کسی که میاد به قضای حسین ابا عبدالله. بچه یکم شعر بخونم کوتاه کن کلام، یه جای حرف دادن کوتاه کن کلام بماند بقیهش، مرده است احترام بماند بقیهش. یه ضروری داشته باشیم کربلا رو، از تیرهای هر مله یک تیر مانده بود، آن هم نشد حرام بماند بقیهش. هر کس که زخمی از علی و ذوالفقار داشت آمد به انتقام بماند بقیهش. دوم علی اکبرم گفتن بغضی که با علی دارید اینجا خالی کنید. شمشیرها تمام شد و نیزه ها هم تمام شد، سنگ ها تمام به ما چی گفتم؟ قتل جدی جد من روزه این بوده باشی به سیفه با شمشیر و سنانه با نیزه و الهجارت. شمشیر و نیزه آدمون شد با سنگمون کردن سنگ ما رو کردن بله هجارته بله خشبه با چوب کدوم چوب آهود تو مجلس یزید رو که یادت درفته، چوبی که اون شخص بلند شد گفت یزید خودم دیدم پیغمبر به این لب داشت بوسه میزد چوب تو با برگلا بله خشبه چوب بشکنه دیدی چقدر تیز میشه ول خشبه آخرش چیه؟ ول عصا اون 400 تا مشکلی که تو نشگر یزید بودن اینقدر ناتوان بودن نمیتونستن کاری کنن، واسه گفتم ما هم برای اینکه تو این ثواب شریک باشیم عصا عصا زنان بودن به بدن ابا عبدالله دونه یه دونه عصا زدن. گویا هنوز باور زینب نمی شود بر سینه امام بماند پیراهنی که فاطمه با گریه دوخته در بین ازدحام بماند بقیهش. راحت شد از حسین همین که خیالشان شد نوبت خیام به مال بقیهش. رو کرد در مدینه که یا ایار یه قربانی دادن در راه خدا، زینب کبرا قربانی رو دست گرفت. اللهم تقبل منا اهل البیت هذا، خدا یه قربانی داشتیم در راه تو دادیم. رو کرد در مدینه که یا ایار رسول یا
بمارد بقیهش از قصرگاه آمده شمر و زدامنش خونه علت دبار. آی خدا سر رفت آه بعد هم انگشتر رفت، کاش از پیکر امام بماند بقیهش. برخاک خفته ای، برخاک خفته ای و مرا میبرد عدو، من میروم به شام بمون. این رفت یه وقت فکر نکنید کسی اسم کنه زیاره فهمیده کربلا رو، من یه تیکش رو فقط میگم. زنهای اهل البیت اسمت به طهارت حرم الهی با یه لات بی سر با یه شراب خور شهر به شهر. حرف اینجا خیلی دل واپسم برای سرت روی نیزه ها، از سنگ پشت با نمارد بقیدیم. دل واپسی برای من و بهر دخترت در مجلس حرام به ماند بقیدیش. حالا قرار هست کجاها رود سرش، حالا قرار هست کجاها رود سرش، از کوفه تا به شام بماند بقیهش. تنها اشاره ای کنم و رد شوم از آن از روی پشت بام بماند بقیهش. قصد به سر رسید و تازه شروع شد، شعرم نشد تمام بماند بقیهش. من فقط اینو بگم، شاید بعضی دیگه از بعد عاشورا تا الان دیگه نبودن، الان اومدن، از بعد عاشورا تا الان تازه شروع شد، تازه این کار با میاد، حالا باید بشینی بشنوی ببینی چه اتفاقی افتاد در کربلا. چه اتفاقی افتاد در کربلا؟ داغ تو بر جگرم افتاده، شعله بر بال و پرم افتاده، این چهل روز خدا میداند به کجا گذرم افتاده. بعد از آن زو بعد از آن روز زدنت بر دشمن، کدوم روز زدنم رو میگه؟ بچه رو گرفت رو دست، اگه به من رحم نمی کنی این دردونه رو نگاه کنی. بعد از آن روز زدنت بر دشمن، آبم از نظرم افتاده، به خدا هر کس و ناکس چشمش به من و نسم درم امان از دل زینب چه خون شد. روزه که دارم میمیرم برات، چهل روزه که دارم میمیرم برات، چهل روزه که هنوز تو گوشم صدا، چهل روزه که به من نیفتاده نگاه، دارم میمیرم برات، چهل روزه که دارم میمیرم برات، چهل روزه که هنوز تو گوشم صدا، چهل روزه که به من نیفتاده نگات، دارم میمیرم، چهل روزه که دارم میمیرم برات، چهل روزه که هنوز تو گوشم صدا، چهل روزه
که به من نیفتاده نگاه دارم ببین برام نای نمونده یا حسین تو رفتی دنیای نمونده یا حسین ببین برام نای نمونده یا حسین تو رفتی دنیای نمونده یا حسین چجور برم تا به مدینه یا حسین پای نمونده روزام شبیه شبها چشمام غروب دریاست روزام شبیه شبهاست چشمام غروب دریاست اشکام بارون خونه مثل چشای عباس روزام شبیه شبهاست چشمام غروب دریاست روزام شبیه شبهاست اشکام بارون خونه مثل چشای عباس روزا شبیه شبهاست چشمام روزا شبیه شبهاست چشمام غروب دریاست اشکام بارون خونه مثل چشای روزا شبیه شبها چشما غروب دریاست اشکام بارون خونه مثل چشای روزا شبیه رسیدم ولی گذشته آب از سرم رسیدم ولی حالا که زخمی پرم رسیدم با اسیرای خسته حرم دارم میبیرم برا چهل شب خون جیگرم من یا حسین با قاتلت هم سفرم من یا حسین چهل شب خون جیگرم من حسین با قاتلت هم سفرم من یا حسین چهل شب از تو و عباس یا حسین بی خبرم دردم دوا نداره اینجا آخر کاره دردم دوا نداره اینجا آخر کاره زینب کنار گودال بیهوش شده دوباره روزام شبیه شبهاست چشمام غروب دریاست روزام شبیه شبهاست چشمام غروب دریاست اشکام بارون خونه چشای عباس روزام آی داداش غروب دریاست روزام اشکام بارون خونه مثل نگاهم همیشه محو نیزه تو بود گذشتم با تو من از محله یهود نگاهم همیشه محو نیزه تو بود گذشتم با تو من از محله یهود گذشتم با
با یتیمای زخمی و کبود دارم میمیرم برا چهل روزه که دارم میمیرم برا چهل روزه که هنوز تو گوشم صدا چهل روزه که به من نیفتاده نگاه دارم میمیرم قاتل ما شام بلا بود یا حسین قاتل ما شام بلا بود یا حسین سر تو تشت طلا بود یا حسین خراب اون شب با سر تو یا حسین کربلا بود تا اسم تو می بردم با یاد تو می مردم تا اسم تو می بردم با یاد پاشو که برات از شام سوغات کفن آوردم روزام شبیه شبهاست چشمام غروب دریاست روزا اشکام بارون خونه مثل چشای عباس سین روزام شبیه شب هاست دست منو بستن ابو جیب بی نیاز فرقم و شکست کارم تمومه نمونده جونی تنم کارم تمومه نمونده جونی تنم گرد بینه دارم برات زار میزنم کارم تمومه همون روزام شبیه شب هاست چشمام غروب دریا روزا کارم تمومه نمونده جونی به تنم
زار میزنم حسین، زار میزنم زار میزنم Thank you.